با سلام خدمت دوستان، در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از آموزش جاوا اسکریپت. در این جلسه میریم سراغ حلقه فور. در جلسه قبل با حلقه وایل و دو وایل آشنا شدیم، در این جلسه با حلقه فور آشنا میشیم. حلقه فور که من شمای کلش رو اینجا نوشتم، حلقه ای هست که از سه بخش این قسمت پرانتزش اصطلاحاً مثل همون وایل نوشته میشه، کلمه کلیدی فور و بعد یک پرانتز که شروط رو اینجا می‌نویسیم و بعد بدنه حلقه. از سه بخش تشکیل شده که هر بخش با سمیکالن یا همون نقطه ویرگول از بخش بعدیش جدا میشه. بخش اول شمارنده حلقه رو مقداردهی اولیه میکنیم، بخش وسط حلقه رو شرط حلقه رو مینویسیم و در بخش سوم هم گام حلقه رو مینویسیم. قبل از اینکه من حلقه فور رو به صورت کامل توضیح بدم، یک توضیحی در مورد یک چیزی بدم اینجا خدمتتون. ما قبلا گفتیم که مثلا میگیم متغیر آی برابر است با مثلا 15 به اضافه مثلا 2، یک عملگر حسابی مثلا به اضافه و منها را. یکی هم هست اینجا مثلا ما میگیم 15 مثلا مقدار دیگه اولیه میکنم چی رو، بعد اینجا میگم که console.log میخوام یکی از عملگرهای محاسباتی به اسم پلاس پلاس رو خدمتتون معرفی کنم، مثلا آی پلاس پلاس. اگه معرفی نکردم چون یادم نمیاد اینو معرفی کرده باشم، یک بار دیگه توضیحش میدم. خب ببین، پلاس پلاس یا منها منها هم داریم اینجا. پلاس پلاس دقیقا چی کار میکنه؟ این کد پلاس پلاس معادله این هست که ما بیایم اینجا بنویسیم آی برابر است با یه دونه به اضافه خودش، یعنی آی به اضافه یک، به این شکل. خب این میشه 16 دیگه. حالا اگه من بیام اینو بنویسم، این هم همون یه دونه به آی اضافه میکنه، فقط یه فرقی داره. ما میتونیم پلاس پلاس رو قبلش هم بنویسیم، این فرق داره قبلش یا بعدش باشه. پس گفتیم آی پلاس پلاس برابر هست با اینکه ما بگیم آی برابر است با آی به اضافه یک، یکی به اضافه خودش، و آی منها منها به این شکل برابر است با اینکه بگیم آی برابر است با آی منهای یک، یه دونه کمتر از خودش. این رو در نظر داشته باشید. فقط یک فرقی داره که این پلاس پلاس قبلش باشه یا بعدش باشه. اگه قبلش باشه اول انجام انجام میشه و بعد واسه اینکه اینو بتونیم نشونتون بدم، یک متغیر دیگه بنویسید به اسم n و اون رو برابر بذارید با i پلاس پلاس به این شکل. خب اون چیزی که ما الان اینجا داریم اینجا یک بار دیگه هم پایین نشونش میدم. خب خواهم بگیم اول مقدار امون نشون میده و با آیا. خب الان چیزی که باید اینجا نشون بده اینه که ما گفتیم آیا الان اینجا باید یه دونه بهش اضافه بشه، بشه 16 و بعد ام، پس الان باید ام 16 باشه. خب ما این رو رفرش میزنیم میبینید که 15 16 نیست. چرا؟ فرق این که بعدش باشه یا قبلش باشه در این هست. اگر بعدش باشه اول آی برابر با اول آی رو در ام قرار میده و بعد یک دونه بهش اضافه میکنه، یعنی اول انتصاب رو انجام میده و بعد یک دونه با آی اضافه میکنه. اگه بذاریمش قبلش، اول آی رو یک دونه بهش اضافه میکنه و بعد انتصاب رو انجام میده، یعنی بعد میذارش توی ام. الان دوتاشون برابر 16 شدن. پس این که قبلش باشه یا بعدش باشه تفاوتش اینجا خودشو نشون میده. پس میگیم آی پلاس پلاس آی مثلا ضرب در 2. خب 2 15 تا میشه 30 تا دیگه. خب حالا ما این رو میذاریم اینجا شده 32، یعنی اول یه دونه بهش اضافه کرد شد 16، 2 16 تا 32 تا. حالا من اینو میذارم بعدش. خب حالا میذارم به این شد 30 تا. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ من اینو بزرگترش میکنم که ببینید راحت تر. چرا این اتفاق افتاد؟ چون اول اومد آی و ضرب در 2 میکنه و بعد یه دونه به آی اضافه میکنه، دلیلش این هست. خب این هم از این. حالا میریم سراغ همون حلقه فور. اینجا میگیم var i برابر است با، برابر هم نمیخواد، همون فقط معرفیش میکنیم و در پایین میگیم فور. حلقه فور گفتیم با کلمه کلیدی فور و در قسمت اول حلقه رو مقدار دهی اولیه میکنیم. شمارنده رو، این یک شمارنده است، واسه اینکه ما گفتیم که در حلقه فور میتونیم تعداد دفعات مشخص، یعنی اینجا دیگه مثل وای نیست که یه شرط بذاریم. اینجا مثلا میگیم 5 بار حلقه رو اجرا کن، 10 بار حلقه رو اجرا کن. من میخوام 5 بار به سلام بدم. خب میام چیکار میکنم؟ میگم شمارنده اول 0. حالا گفتیم در بخش دوم یک سمیکالن میذاریم تا از بخش ها هم جدا بشن، و در بخش دوم شرط حلقه رو می نویسیم که میگیم شرط حلقه اینه تا زمانی که آی کمتر از 5.
خب چون از صفر شروع میشه این 5 بار میچرخه، میشه 3 یه بار صفر، دور بعد 1، دور بعد 2، دور بعد 3، دور بعد 4 و بعد چون شک بعد که اگه بشه 5 خب دیگه چی میشه دیگه، شرط نقض میشه، ترو فالس برمیگردونه، 5 کمتر از 5 نیست. اگه بخواید به این شکل بنویسیدش که تا زمانی که کوچکتر از یعنی کوچکتر مساوی 5 حتما اینو باید 1 کشه، اینم باز میشه 5 بار بچرخه تا زمانی که کوچکتر مساوی 5. من همون 0 میدم، عادت بر اینه که شمارنده حلقه از 0 شروع بشه. و در اینجا هم میگم که در گام بعدی میگم که اینجا باید بگیم گامو تغییر بدیم، یعنی در قسمت سوم باید بگیم که خب این یک جوری باید تغییر بکنه وگرنه این همیشه آی این توی حلقه بی‌نهایت گیر میکنه دیگه. خب میگیم هر دفعه یه دونه بهش اضافه بشه. اگه بخواید بگید بیشتر اضافه بشه باید به این شکل بنویسیدش، آی برابر است با مثلا آی به اضافه 2، این باز میشه دو تا بره بالا. اینجا دیگه 5 بار اجرا نمیشه، این باز اگه اشتباه نکنم 3 بار باید اجرا بشه. واسه اینکه مطمئن بشیم این رو من میخوام 5 بار سلام بدم، میخوام 5 بار بنویسه هلو. خب میذارم ببینید 3 بار نوشتش، کنارش نوشته 3، شده به جایی که تعداد 3. اگه به داخل این کنسول عادت داره اگه یه چیزی تکراری باشه دیگه زیرش نمیسن 3 بار نمینویسنش، کنارش عدد یه 3 بار تکرار شده، یعنی الان 3 این مدل 3 هست. خب پس ما با الان 5 بار نشد، اگه بخوایم 5 بار بشه گفتیم بعد یه دونه بره بالا دیگه. واسه اینکه چی بشه من اینو چی میذارم، پلاس میذارم، حالا میذارم این 5 بار حلقمون اجرا شد. میگیم خود شمارنده حلقه رو هر دفعه بنه به داخل خروجی نشون بده، رفرش رو میزنم بین 0 1 2 3 4، این 5 باری که اجرا شد. حالا میخوایم بگیم حلقه گامش چی باشه، گامش ستایی باشه، ستا بره جلو، آقایی به اضافه 3، این باز میشه حلقه من دو بار بیشتر اجرا نشه، 0 3، یه بار مقدار اولیشه که با 0، بعد میشه 3، بعد میاد شرط رو چک میکنه 3 کمتر از 5 اجرا میشه و بعد دوباره 3 تا بهش میشه 6 کمتر از 5 نیست و بعد دیگه از حلقه خارج میشه میاد دستورات بعدی. در اینجا console.log finish for loop هر موقع حلقه تموم بشه میاد این دستور رو اجرا میکنه. ببینید و به اینجا رسید و حلقه رو به این شکل واسه ما انجام داد. پس گفتیم حلقه فور، حالا میخواییم اعداد زوج بین 0 تا 100 رو چی بکنیم. خب میگیم آی برابر است با 0 و بعد این رو میذاریم 100، میخواییم بگیم یه دونه بالا بره، آی پلاس پلاس و بعد میگیم که اینجا میگیم if آی مود 2، هر دفعه چون هر دفعه یه دونه بهش اضافه میشه میتونم تو عملیات داخل بدن حلقه شرکتش بدم. آی فقط اینو یادتون باشه که هیچ وقت نباید اینجا مثلا بنویسید ببخشید، هیچ وقت نباید خود آی درون حلقه دست بزنیم، مثلا اینجا بگیم آی برابر است با 12، هیچ وقت نباید این کارو بکنید. پس یادتون باشه هیچ وقت شمارنده حلقه رو تو بدن حلقه دست نزنید. آی برابر است، خب هر موقع آی تقسیم بر 2 باقی مونده تقسیم عملگر مود برابر 0، خب یعنی زوج هست دیگه. خب در خروجی بنویسش، میخوایم اعداد زوج بین 0 تا 100 رو نشون بدیم. ببینید 0 2 4 6 همینجوری جلو میریم. یک راه حل دیگه اش که خیلی ساده تر هست اینه که بیایم بگیم که شمارنده حلقه رو دوتایی بکنیم، به این شکل بگیم که آی برابر است با 2 اولین عدد زوج و بعد بگیم دوتا برو بالا، آی برابر است با آی به اضافه 2، اینجوری دوتا برو بالا. خب و در خروجی نشونش بده به این شکل، رفرش رو میزنم ببینید به این شکل در میاد. اینم یک راه حلشه. پس گفتیم که گام حلقه رو میتونیم تو قسمت سوم دست بزنیم. پس یک بار دیگه حلقه فور من توضیح میدم. قسمت اول مقدار دهی اولیه میکنیم شمارنده حلقه رو که بهش میگن کنسول مقدار، بعد قسمت وسط شرط حلقه رو مینویسیم و در قسمت پایانی اصطلاحاً گام حلقه رو مینویسیم که هر دفعه که حلقه اجرا شد چند تا بهش اضافه بشه این شمارنده و چند تا ازش کم بشه. میتونید برعکسش هم بکنید، بگیم که مثلا شمارنده اول 5
یا مثلا 5 و شمارنده، بعد در اینجا بگیم که آی منها منها، هر دفعه یه دونه ازش کم بشه و فقط شرط رو باید اینجا درست بخونید. باید بگیم تا زمانی که آی بزرگتر از 0 هست. خب این باعث میشه که حلقه به این شکل در بیاد. ببینید 5 4 3 2 1 و تمام شد، حلقه به پایان میرسه. بس میتونیم حلقه رو هم برعکس بکنیم، فقط باید یادتون باشه که طوری بنویسیدش که این شرط حتما در یه لحظه ای نقض بشه، گیر نکنه تو حلقه بی نهایت سیستم هنگ بکنه. خب امیدوارم که حلقه فور رو هم متوجه شده باشید. همتون رو میسپارم به خدا تا جلسه آینده.